صدها تن از نیروهای پلیس اوکراین دوشنبه شب معترضانی را که از هفته پیش اطراف ساختمان نخست وزیری را به اشغال خود درآورده بودند به عقب راندند. برخی نمایندگان پارلمان که در محل حاضر بودند از معترضان خواستند مقاومت نکنند. به این ترتیب عملیات پلیس ضد شورش موسوم به برکوت بدون درگیری انجام شد. این افسر پلیس میگوید ما برای حفظ نظم عمومی اینجا هستیم. وظیفه ایمان را با آرامش و بدون اقدامات تحریک‌آمیز انجام می‌دهیم. در اطراف محله نخست وزیری نیروهای پلیس موانع و سنگرهای خیابانی معترضان را برچیدند. همچنین نیروهای امنیتی اوکراین موسوم به SBU روز دوشنبه به مقر حزب سرزمین پدری که یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین و زندانی اوکراین رهبر آن است حمله کرده و رایانه ها و برخی دیگر از وسایل آن را با خود بردند. اما SBU این ادعا را تکذیب کرده است. در این حال در میدان استقلال کیف تظاهر کنندگان همچنان خواستار استعفای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و گسترش روابط با اتحادیه اروپا به جای نزدیکی با روسیه هستند.